رهبر سیاسی چه شرایط و چه کیفیاتی دارد که او را یک سر و گردن بالاتر از دیگر بازیگران زبده سیاسی قرار می‌دهد؟ کدام رهبران سیاسی در یک صد سال اخیر بیشترین کیفیات رهبری را از خود نشان دادند؟ سلام، تا لفظ رهبر سیاسی به زبان می آید بلافاصله نامهای انقلابی به ذهن ما خطور می کند، نامهایی که با انقلابهای بزرگ در سده بیستم گره خوردند. اما رهبرانی که نامشان مانده در هر دو سوی مرزی که انقلابی را از غیر انقلابی جدا می کند دیده می شوند. مثلا کسی نمیتواند در توان رهبری هیتلر تردید کند، مردی که یک ملت متمدن را به دنبال خود به قعر بربریت کشاند. مطالعه کیفیات رهبران، چه رهبرانی که انقلابهای بزرگ را هدایت کردند و چه رهبران غیر انقلابی، به ما چه میگوید؟ چه صفاتی باعث میشود رهبر ممتاز سیاسی ظهور کند؟ چه مناسبتی بین رهبر و طرفدارانش ایجاد میشود که باعث می شود نفوذ کلام رهبر در آنان اثر کند؟ چه مناسبتی بین رهبر و نخبگان سیاسی ایجاد می شود که این نخبگان را به خدمت اهداف رهبر سیاسی در می آورد؟ این موضوع را با مهمان های این هفته برنامه به این شکل شروع می کنیم که از آنها می خواهیم ابتدا بگویند کدام رهبر سیاسی معاصر یا متعلق به سده 20 را واجد بیشترین کیفیات رهبری می دانند. گودرز اقتداری، تحلیلگر سیاسی، شادی امین، تحلیلگر و فعال سیاسی و همینطور فعال حقوق اقلیت‌های جنسی، و رضا تقی‌زاده، او هم تحلیلگر سیاسی. خیلی خوش آمدید. آقای اقتداری، شما به ما بگید که انتخابتون چیه و چرا؟ چه رهبری رو انتخاب می‌کنید که بیشترین صفات رهبری رو در اون می‌بینید؟ رهبری سیاسی. باج سلام. از نظر من در واقع شخصیتی که بیش از هر چیز در میشه گفت در قرن اخیر مؤثر بود نلسون ماندلاست، و دلیل من هم برای انتخاب او به عنوان یک رهبر مشخص که در واقع در چشم میاد این هستش که او در شرایطی در واقع رهبری جنبش رو در آفریقای جنوبی بر عهده گرفت که در واقع هیچ کس انتظار نداشت و امید نداشت که چنین اتفاقی بیفته، در نظام آپارتاید بر بیفته در یک فرصتی که در واقع آقای ماندلا با جان خودش میشه گفت که هزینش رو پرداخت، 27 سال در زندان گذروند و با وجود بر اینکه در زندان بود ولی این امکان رو داشت و این قدرت رو داشت که جنبش ضد آپارتاید رو در خارج از زندان هدایت بکنه، و به همین دلیل هم به نظر من هم به خاطر خصلت‌های فردی که آقای ماندلا داشت و هم به خاطر توانش در به حرکت درآوردن مردم آفریقای جنوبی و رسوندن اونها به یک پیروزی آشکار به عنوان یکی از رهبرانی است. وقتی میگید خصلت‌های فردی، چی به ذهنتون خطور میکنه؟ چون تا حالا توضیحاتی که دادید چند صفت متمایز رو نشون میده، ولی میخوام خودتون بیان کنید و من نتیجه گیری نکنم. به نظر من در قدم اول مسئله این هستش که او امید داشت به این پیروزی با وجود برای اینکه شرایط اصلا مناسب نبود. یعنی یه چشماندازی رو تونست ترسیم کنه برای طرفدارش، دقیقاً چشمانشون کنه. دقیقاً چشماندازی که داشت برای در واقع پایان آپارتاید یک چیزی بود که تعداد زیادی از مردم نه بهش امید داشتن، نه انتظار موفقیتش رو در دورانی که به هر حال اتفاق افتاد می‌دیدن. ولی او این امکان رو میدید و توانست که جمعی رو با خودش همراه بکنه. به نظر من این خصلت مهمی برای یک رهبر سیاسی است. بله، بسیار. خانم امین،
انتخاب شما چیه؟ به من گفتید و برای من جالب بود وقتی گفتید، میخوام به بیننده ها بگید و دلیلش رو بگید. من وقتی این سوال رو باهاش مواجه شدم که چه کسی رو در حال حاضر و بلا فاصله به ذهنم میاد انتخاب بکنم، با توجه به اینکه در آلمان زندگی میکنم و دید من یا نگاه من این بود که کسانی که امروز در قدرت سیاسی هستند، طبیعتاً آنگلا مرکل رو عنوان کردم. میخوام یه تمایزی بذارم بین اینکه ما چطور، همونطور که شما هم اشاره کردین که کسی نمیتونه در قدرت رهبری یا توانایی رهبری هیتلر در اون دوره شک بکنه. پس در واقع وقتی خصوصیات رهبری رو میگیم، یکی به اون توانایی فردیش و قدرت و اقتدار پیشورد سیاستاش بحث داریم، یکی در تو محتوای سیاستاش. بله. من اینجا میخوام اینو تفکیک بکنم. بله. انتخاب مرکل به این معنی نیست که سیاستاش تایید میشه، بلکه در واقع قدرتی که مرکل داشته و موضوع پایان نامه دکترای خیلی ها شده در آلمان، قدرت این بوده که چطور احزاب مخالف رو سیاست‌هاشون رو بگیره، نکات مثبتش رو، و به سیاست حزب خودش بدل بکنه، مثل پایین اومدن از سیاست انرژی اتمی و بسیاری سیاست‌های دیگه. این اون چیزی است که من بهش میگم قدرت انطباق با شرایط، قدرت خروج از بحران، ارائه راه حل برای خروج از بحران. و به نظر میاد لااقل در اروپا با توجه به بحران‌هایی که توی 10 ساله اخیر توی عرصه سیاست اقتصادی اروپا باش مواجه بوده، مرکل بهترین راه حل‌ها رو برای جامعه ارائه داده. البته باز دوباره میگم تو کانتکست و چارچوبی که ما داریم ازش حرف میزنیم، بدیهی است اگه بخوایم در واقع من بخوام بگم رهبری برای من چیه، طبیعتاً من از رهبری فردی تو این دوره فاصله میگیرم. معتقدم رهبری جمعی تو دوره کنونی بیشتر پاسخ میده که بعداً بهش صحبت خواهیم کرد. ولی اگر همونجوری که از آقای اقتداری پرسیدم، از شما بپرسم که اون چیزی که گفتید رو به چه صفتی در آنگلا مرکل ترجمه میکنید؟ آیا مثلا من شاید نتیجه نکنم بهتره، ولی حتما. به نظر من رسید که شما معتقد هستید قدرت اقناع گروه های سیاسی یا احزاب متفاوت و کشوندنشون سر یک میز چنینه یا نه فراتر از اونه؟ نکته خیلی مهمیه، به خاطر اینکه خانم مرکل فیزیک خونده، قبلا دکترای فیزیک داره. خیلی از این صحبت میشه که ایشون قادره که بدونه ربط به احساساتش نسبت به موقعیت خیلی منطقی و علمی یک آلترناتیو حل موضوع ارائه بده. و واقعیت اینه که در واقع حزب CDU که رهبرش هست رو الان دیگه به عنوان حزب مرکل خیلی وقتا مطرح میکنن. دلیلش اینه که تونسته سیاست خودش، چیزهایی که شاید باور خودش نباشه اما تاکتیکی فکر کنه برای رسیدن به استراتژیش لازمه رو بیاره و توی حزب پیاده بکنه. بله. اون خصوصیتی که ازش در واقع سوال میکنید، اقتدار در طرح راه حل و پیشبردش. آقای تغیزاده، شما چه رهبری رو انتخاب میکنید؟ مورد انتخاب من یک معماره، معمار ساختمان خیر، معمار یک تفکر تازه، کسی که فکر نو رو در کشور خودش مطرح کرد و برای اون بینش داشت، چیزی که در زبان انگلیسی به عنوان ویژن ازش یاد میکنیم ولی مفهومش در زبان فارسی نیاز به توضیحات تکاملی داره. اینکه من یک دید برای کشورم دارم ولی برنامه هم برای اجرای اون دارم و انتهای اجرای برنامه رو هم میبینم و اراده اجرای این برنامه رو هم در خودم میبینم. در حقیقت این مرد یک ضد قهرمان بود، هرگز نمیخواست به عنوان یک چهره محبوب معرفی بشه و مصمم بود که هدف خودش رو که تعیین کرده بهش برسه. یک ضد قهرمان بود، نمیخواست به عنوان یک سمبول معرفی بشه، همیشه از خط بعد شروع میکرد. این مرد موفق شد زندگی صدها میلیون رو در کشور خودش از یک وضعیت فقیر عقب مانده به یک وضعیت متوسط روبه رشد تبدیل بکنه. قضاوت من از این مرد میراثی است که از او باقی مونده. انتخاب من آقای دنگ شیائوپینگ، رهبر اواخر دهه 70 و تا تقریبا نیمه دهه 80 میلادی است که دو بار از صفحه قدرت سیاسی کنار گذاشته شد ولی پایدار باقی موند و موفق شد چیزی رو به عنوان میراث از خودش باقی بگذاره که امروز ما در چین میبینیم.
چین از یک جامعه فقیر روستایی عقب مانده تبدیل شده به تقریبا بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا. طبقه متوسط در این کشور رشد کرده، روستایی نشین ها که 16% 84% جمعیت این کشور رو تشکیل میدادند الان به کمتر از 50% تقلیل پیدا کردن. جامعه شهری گسترش پیدا کرده، فرهنگ رشد بیشتری پیدا کرده، درک مردم از نیازهاشون تغییر کرده و امروز کشوری در چین ایجاد شده در نتیجه معماری این مرد که تلفیقی بین سوسیالیسم و خواسته های مردم چین رو ایجاد کرد، تلفیقی بین سوسیالیسم و اقتصاد آزاد رو ایجاد کرد. کشور ایجاد شده که زمانی نه خیلی دور، حدود 45 سال پیش، مردم اروپا و بقیه دنیا از اون می‌هراسیدند که اگر این فقر دوام پیدا بکنه، این گرسنگی دوام پیدا بکنه، عامل تهدید امنیت در بقیه دنیا خواهد شد. ولی امروز ترسشون از صدور سرمایه چینیست. اون لفظی که در ابتدا گفتید رو میشه به عنوان صفت اصلی دنگ شیاوپینگ انتخاب کرده که مثلا همجوری گفتید ویژنری بود، یعنی یک بینشی داشت و این بینش رو میدونسته چطوری به منصه ظهور برسونه. ترسیمگر یک آینده ای بود که راه رسیدنش هم به مردم چین گفت. درست میگم؟ دقیقاً اینطور هست. البته ویژنری میدونید در زبان انگلیسی دو مفهوم خاص داره. کسی هایی هستن که فقط تصویر رو میبینن ولی برایش برنامه‌ای ندارن، ولی ویژنری هستن نظیر دنگ شیاوپینگ که آینده رو با تمام جزئیاتش میتونن ترسیم کنن. بسیار عالی. حالا خیلی کوتاه از هر یک از مهمون ها میخوام ببینم که چرا انتخاب های دو مهمان دیگه انتخاب اونها نیست. دلیل این که روی این نام ها کماکان میمانیم این است که در ادامه بحث وقتی به مفاهیم متفاوت از جمله مناسبت رهبر با طرفدارا، مناسبت رهبر با نخبگان میرسیم، این کمک میکنه. چرا دنگ شیاوپینگ نه؟ چرا مرکل نه؟ آقای اقتداری، حسن موضوعتون که من در واقع هیچ مشکلی ندارم که هر دو نفر، دنگ شیاوپینگ و خانم مرکل، دارای شخصیت رهبر خوب هستند. ولی به طور ناخودآگاه موقعی که ما در مورد رهبری فکر می‌کنیم در شرایط در واقع مهاجرت و به قول معروف دیاسپورا در خارج از ایران، همش در این فکر هستیم که برای ما چه نوع رهبری می‌تونه موفق باشه و آیا کسی هست که ما بتونیم ازش کپی کنیم. فکر میکنین ماندلا چه این کیفیتی داره؟ چرا؟ موقعی که ماندلا شروع کرد در یک شرایطی بود که مثل الان به اکثر مردم در ایران تقریبا به یک احساس در واقع سکون رسیدن و منتظر نیستن که چه اتفاقی بیفته. یه تعدادی هستن که فکر میکنن حتما فردا اتفاق خواهد افتاد و یه تعداد زیادی هستن که دیگه به قول خودشون فکر میکنن که آب از سر گذشته و دیگه هیچ راهی برای خروج از این شرایط نیست. و به نظر من اون خصلتی که ماندلا نشون داد در اون شرایطی که او شروع کرد یک نوع انرژی به ما میده که امیدوار باشیم که آینده میتونه اتفاق بیفته به هر حال به شکلی که انتظار داریم. رهبران دیگه‌ای که مهمون‌ها ازش صحبت کردن چنین کیفیت رو درشون نمیبینید؟ در واقع ما نمیتونیم تمام اون توانایی‌ها رو در یک فرد جستجو کنیم. چنانچه بخوایم این کار رو بکنیم با موزل بحران رهبری روبرو میشیم. ما نیازمند یک جمعی هستیم که چه به صورت شورایی چه تو نهادهای دموکراتیک رهبری یک جامعه رو به عهده بگیره. و مرکل تونسته توی چنین ساختاری کار کنه. و مرکل رو چرا میگیم؟ حتی زن بودن اینها توی در واقع درک ما نسبت به این موقعیت رابطه دو جنس تعیین کننده است. در واقع مرکل، مارگارت تاچر اینا نشون دادن که فرای جنسیت شما میتونی رهبری داشته باشی، حتی رهبری در واقع تو گیومه بگم بسیار بسیار سرکوبگرانه‌ای داشته باشید. اون چه که از مارگارت تاچر به جامون در تصویری که از عنوان زن آهنین، در واقع زنی هست که قدرت میگیره ولی توانایی داره که اون جامعه رو پیش ببره بر اساس استراتژی و سیاست خودش. آقای تقی‌زاده شما چی؟ چرا مثلا ماندلا یا مرکل نه؟ سوال خوبی است آقای کریمی. شاید سوال جذابتر این است که چرا ما یک نماد ایرانی انتخاب نکردیم؟ هر سه ما متولد ایرانیم اگر اشتباه نکنم، و ما از رضا شاه تا خمینی حداقل 4 رهبر شناخته شده رو داریم.
مثل رضا شاه، محمد رضا شاه، مصدق و خمینی و هیچ کدوم از این چهار چهره در انتخاب ما جایی نگرفتن. یه نکته دیگه‌ای که الان به نظر من میرسه این است که فصل مشترک‌هایی بین سه چهره‌ای که انتخاب ما هستن وجود دارن. هر سه این اشخاص عضویت حزب کمونیست رو داشتن، در حالی که من حداقل هرگز مارکسیست نبودم، در حالی که تز تحقیقم مارکسیسم هم در درون خودش داشته. بله، منظورتون در مورد مرکل وقتی که جوان محققی بود در آلمان شرقی و در یک لابراتوار کار میکرد، و شاید نمیدونم عضویت مرکل در حزب کمونیست چقدر صرفا فرمال بوده و ناشی از اینکه در اینو من نمیدونم، شاید واقعی بوده. بله، شما بیشتر در جهت نمونه از اسفارات یا نسبت خانم مرکل هستید که خودش به اون علاقمنده، یعنی این بخشی از گذشته خودش رو علاقمند فراموش کنه یا فراموش میکنه. و هستن کسانی مثل ماندلا که او هم حزب کمونیست رو عضویتش رو در آفریقای جنوبی پذیرفته، ولی بعداً یک نوع سوسیالیسم متفاوت دیگری رو در کشور خودش به اجرا میگذاره. من ماندلا رو شخصیت خوبی میبینم، چنان که مرکل هم شخصیت خوبیه، ولی انتخاب من نیست، برای اینکه هر کدوم از ما بایستی بهترین رو از دید خودمون انتخاب کنیم. من مشکلاتی میبینم در رفتار ماندلا. ماندلا نسل سیاستمدارهای بعدی خودش رو انتخاب نکرد، در حالی که دنگ شیاوپینگ از خودش میراثی گذاشت که بعد از او وضعیتی که او به عنوان وضعیت آرمانی میدید دوام پیدا کرد. میبینیم دو رهبری که امبیکی و همینطور زوما که سر کار میان، هر دو آدمهایی هستند که به فساد شهرت دارند. میبینیم در خانواده خود ماندلا این فساد هست. میبینیم که کاریزمای ماندلا نقایص وجودی او و رفتاری او رو پنهان میکنه، و یک رهبر خوب بایستی از خانواده نسبت‌های شخصی جدا باشه، باید فساد ناپذیر باشه، باید از فساد فاصله بگیره، و مهمتر این است که نسل بعدی رهبرای خودش رو آموزش بده. من خانم مرکل رو انتخاب نمیکنم به این علت که نه تنها گذشته خودش رو تا حدی میپوشونه و شاید مفتخر به اون نیست، رهبر با اراده ای هم نیست، با موج حرکت میکنه. یک جا میاد از مسلمانی و اسلام انتقاد میکنه، یک جا در دیدار با نخست وزیر ترکیه میگه اسلام بخشی از هویت آلمانی است، و وقتی مورد انتقاد قرار میگیره میره در مراسم مثلا تشویق یا دادن جایزه به یک کاریکاتوریست دانمارکی شرکت میکنه، و اینها تضاد ایجاد میکنه که آیا او فرصت طلب سیاسی است و یا اینکه برای کشور خودش یک دیدگاه داره. خانم مرکل در درون جامعه خودش نتیجه وضعیت سیاسی اون روز بوده، یعنی این سیاست رو وجود نیاورده. نبودن شخصیت هایی که بتونن این مکان رو پر کنن بیشتر به چهره شدن او کمک کرده تا اون دیدگاهی که برای فردا داشته. و یک متر دیگه‌ای که من میخوام بهش اشاره بکنم این است که از زمان رسیدن به قدرت تا رسیدن به اینجایی که امروز هست، خانم مرکل در یک مسیر نزولی حرکت کرده، هم محبوبیت شخصیش و هم محبوبیت حزبیش. خیلی کوتاه اگر نقد دارید بگید، چون میخوام وارد مباحث بعدی بشم. یه نکته بگم که اولا من تفکیک کردم دائم سر اینکه ما رو خصوصیات فردی آدم ها حفظیم یا سیاستشون. به نظر میاد آقای تغیزاده از تمام سیاست دنگ شیاوپینگ دفاع میکنن. خب ما اگه بخوایم سر سیاست چین بحث بکنیم بحث جای دیگه خواهد رفت. من از سیاست‌های خانم مرکل خیلی هاش دفاع نمی کنم. بحث سر اینه که ایشون موفق بوده تو استراتژی خودش یا نه. بله. و تو اون زمینه موفق بوده. آقای اقتداری؟ من یه تفاوت در واقع دیدگاه مشخص دارم با شخصی که خودش رو رهبر می نامد، و من در واقع مایل هستم که کلمه راهبر استفاده کنم به جای رهبر، به خاطر اینکه به نوعی در واقع هدایت افقی اعتقاد دارم، و در اون هدایت افقی و در اون سیستم در واقع مدیریت و رهبری افقی و مسطح، در واقع اون کاریزمای شخصی افراد نیست که اهمیت پیدا میکنه. فکر میکنید در مورد ماندلا چنین بوده؟ ماندلا از یک ساختار عمودی استفاده نمیکرد برای رهبری. کنگره ملی آفریقا نبود؟ کنگره ملی نه کنگره ملی آفریقا در واقع او از یک فلسفه به اسم بوتوندو پیگیری میکرد، که این در واقع یک روستایی در آفریقای جنوبیه که او این مدل رو در ذهن خودش داشت و در اونجا بزرگ شده بود، و در واقع روستایی بود که بزرگان و شورایی
شورای اداره میکردن. ولی این نکته ای که آقای طرزاده میگه که ماندلا نتونست رهبرانی رو تربیت کنه که بعد از خودش آفریقای جنوبی رو هدایت کنن، در صورتی که دنگ شیاوپینگ خیلی باید بگم چهره جالبی دنگ شیاوپینگ، به معنی البته تایید همه کاری که کرده نیست، ولی دنگ شیاوپینگ در شرایطی که رهبر حزب کمونیست چین نبوده، که در واقع حزب کمونیست همه کار است دیگه، رهبر نبوده ولی سه تا رهبر رو برداشته و وقتی که کنار میگیره کسایی که بعد از دنگ شیاوپینگ هدایت میکنن کماکان وفادار میمونن به اون بینش دنگ شیاوپینگ. این ساختار سخت حزب کمونیست در چین اون چیزی است که در واقع کنترل میکنه که کسی با دارای فساد فرض کنه به قدرت نرسه. این ساختار در واقع نقوص جامعه آفریقای جنوبی بود به خاطر وضعیتی که درش رشد کرده بودن با آپارتاید. در واقع معتقدید نهادهایی که در چین بود در آفریقای جنوبی نبود و به هم نبود که بتونه این کنترل رو اعمال بکنه. خب خیلی برای من جالبه که هیچ کدوم از مهمونها یک رهبر انقلاب بزرگ رو، چه لنین باشه، چه ماو باشه، گاندی باشه یا خمینی، انتخاب نکردن. این خیلی مهمه. خیلی کوتاه میخوام ببینم چرا، آیا زمانی این رهبرها به سر اومده، آیا چرا یکی چنین شخصی رو شما انتخاب نکردید؟ خب ببینید، از نظر خصوصیاتی که من دنبال یک رهبر میگشتم، آقای خمینی انتخاب نمیشه، ولی آقای خمینی یک رهبر موفقی بود، تونست یک انقلابی رو به نتیجه برسونه. تمام اون کسان دیگری هم که شما مثال می‌زنید، ولی یک رهبر برگزیده نیست برای شما. برای من شخصا اخلاقا ایشون رو انتخاب نمی‌کنم. شما چی؟ ببین من فکر کنم آقای کریمی اینجا خیلی سوالتون خیلی خوبه، برمیگردونه آدمو به درون خودش، ببینه اون موضوعی که باعث میشه این کارو نکنه چه. برای من اینه که برای من خیلی حرفه‌ای در زمان دقیقاً برای من خیلی ساده بود دیگه. دقیقاً برای من خیلی ساده بود، میگفتم حمید اشرف خصوصیات یک انقلابی رو داره، خب و داشته طبق تعاریف، اما هنوز من تجربه شخصیم بهش نزدیک نمیشه توی زندگی امروزم. شاید اینجوریه که ما عادت داریم یا یه چیز انسانیه، وقتی من میگم مرکل فاصله سیاسی ازش مشخصه و هیچ هنوز تبلیغی برای اون شخص از لحاظ سیاسی نمیشه. شاید نگرانم اگر بیام فرضاً بگم گاندی، بعد بحث‌های خردریزه‌ای که تو جامعه ایرانی شده سر درک از این که گاندی چه مبارزه ضد خشونتی بود و زیر سوال بردن بسیاری از اعتقادات امروز من، فاصله میذاره که با دقت این کار رو بکنم. برای همین هستش که شاید در واقع وسواس به خرج میدادم وقتی قراره از رهبران جنبش‌های انقلابی انتخاب بکنه، بعد باید بگرده و نزدیک‌ترینش رو پیدا بکنه. این کار رو یه مقدار مشکل می‌کنه. من متوجه نشدم که شما چی گفتید. آیا منظور شما اینه که اگه می‌خواستید یک رهبر یک انقلاب بزرگ رو انتخاب کنید، شما اسم لنین بود، حتماً باید در یک لحظه خودتون رو به چالش بکشید، اون وقت باید نزدیکیم رو دقیق می‌کردم، باید بیشتر فکر می‌کردم در پاسخ به سوال و برای من وسواس بیشتری بود. شما چرا یک رهبر، میتونم حدس بزنم بنا به دیدگاهی که شما دارید، چرا نه یک رهبر انقلابی بزرگ، ولی اجازه بدم ببینم خودتون توضیح بدید. من آقای کریمی از وقتی که با تفکر سیاسی آشنایی ابتدایی پیدا کردم احساس کردم که ضد انقلاب هستم. پیش از انقلاب اسلامی 57 بیشتر ضد انقلابی شدم و الان خودم رو یک ضد انقلابی نیمه تمام میبینم و تصورم این است که حکومت و نظام بعدی ایران هم یک گرایش سیاسی ضد انقلاب خواهد داشت، برای اینکه انقلاب احساسی است. همین دنگ شیاوپینگ شما برمیگزینید به یک معنا انقلابی بود، برای اینکه اون کشتار تیانانمن رو تایید کرد در دفاع از انقلاب چین و این یک لکه بزرگی در کارنامه‌اش بود، به عنوان یک انقلابی اومد کشتار تیانانمن رو تایید کرد. خیلی ها میگن اون دستور داد، معلوم نیست هنوز، ولی یعنی شواهد نیومده بیرون، حزب کمونیست چین این چیزها رو به راحتی آزاد نمیکنه، ولی تایید کرد، اومد علیه جوانانی که اومده بودن تیانانمن برای دموکراسی شعار میدادن اقدام کرد. یکی اینکه آقای کریمی، قضاوت ما از حرکت‌های سیاسی، تصمیمات سیاسی از یک زاویه مشترک نیست. من مسائل رو متفاوت با شما می‌بینم و متفاوت با شما اون رو جمع‌بندی می‌کنم، اگرچه ارتباط مستقیم بین دستور خاص دنگ شیاپینگ با حادثه کشتار در میدان صلح آسمانی
میدانی که شما اسم بردید نیست، ولی به نظر من این بخشی از مدیریت بحران بود. این تفاوتی بود که دنگ شیاپینگ با شاه ایران داشت. شاه ایران هم برای فردا یک برنامه داشت، برنامه‌ای که توصیه می‌کرد مثل همه متفکرین تا پیش از دهه 80 میلادی، دموکراسی هیچ وقت بدون یک زیرساخت محکم اقتصادی و رفاه نمیتونه ریشه بگیره و اول باید به این پایگاه برسیم و بعد دموکراسی رو بتونیم پایه بگذاریم. ولی اراده این که با بحران مقابله بکنه نداشت، برای اینکه خصوصیاتی از نظر روحی متفاوت با دنگ شیاپینگ داشت. در میدان صلح آسمانی دنگ شیاپینگ و هیئت مدیره‌ای که در حزب کمونیست بود و مسائل رو میدید که اگر الان اونها عقب بنشینن، فاجعه‌ای مثل انقلاب اسلامی در انتظار چین خواهد بود. چین دوباره میتونه به انقلاب فرهنگی و دوران 11 ساله تخریب برگرده. اونها تصورشون این بود و تصمیمش این بود اگر چند صد نفر در این میدان بمیرند و بشه این نظام ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی رو ادامه داد تا به جایی برسه که غیر قابل تخریب باشه. این کار دنگ شیاپینگ داشت میکرد و او بود که سرمایه‌گذار آزاد غربی رو جلب کرده بود به چین، در حالی که اون کسایی که در میدان جمع بودن فقط شکل اعتراضی داشت کارشون و این میتونست آنارکی ایجاد بکنه، اختشاج ایجاد بکنه و نه یه تفکر تازه. خانم امین، در مورد الان بیام به مفاهیمی که از دل مصداق‌هایی که شما انتخاب کردید، نام‌هایی که شما انتخاب کردید بپردازیم. خیلی ها معتقدن که کسانی چون مرکل الان شخصیت ممتاز سیاسی هستن، برای اینکه ما دیگه رهبر ممتاز نداریم. یعنی اگر در آستانه یا نیمه قرن بیستم بودیم، چنان رهبران کاریزماتیکی بودند که مرکل میون اینها گم میشد و به این معنا میگن ما در زمانه فقدان رهبر هستیم و اگر یک کسی مثل مرکل رو شما بخواید به عنوان رهبر معاصر و زنده برگزینید، دلیلش اینه که نداریم. من قبل از اینکه پاسخ سوال شما رو بگم که بحث خوبی هم هست، خیلی هم بحث هست روش، دلم میخواد به ایده بسیار به نظر من مسئله سازی که آقای تقی‌زاده عنوان میکنن، یه جوری عنوان میکنن وقتی میگن چند صد نفر کشته میشدن بهتر بود تا فلان، داریم راجع به آدم ها حرف میزنیم. به قول شما داریم راجع به دانشجوی حرف میزنیم که انسان هن. شما نمیتونین قربانیان رو فاقد هویت انسانی بکنین چون ایشون فلسفه داشته و زده. دومی مقایسه که میکنین، مقایسه بین شاه و شیاپینگ غلط هست. هر دوی اینا وقتی قرار بوده سرکوب بکنن کردن. برای همین گفتم خیلی حساسه این بحث. اگه میخوایم بریم رو سیاست ها بحث بکنیم، بعد یه بحث دیگه است. بعد اونجا من راجع به آدمی که و شما دائم دارین میگین سوسیالیست و اقتصاد بازار رو یکی کرد، به لحاظ تئوریک این حرف کاملا پرت هست. تو عرصه سیاست ما چیزی به اسم ترکیب سوسیالیست و اقتصاد بازار نداریم. یعنی معتقد یا اون سوسیالیست نیست بله. یا اون اقتصاد بازارش اشکال داره. یعنی شما باید اسمی میذارین رو محتوایی که به صورت بله. واقعی و به لحاظ تجربه عملی وجود نداره. در جواب سوال شما من باید بگم که ببینید درست حرفتون، ما در واقع در دوران پسا قهرمانان به سر میبریم. اگه دقت بکنین دیگه فرض کنین، مثال خیلی ساده‌ای بزنم، شاید خیلی از بیننده ها هم یادشون باشه، ریزعلی با گرفتن یه مشعل توی جلوی راهن، جلوی حدود 80 سال پیش وقتی قطار تازه شروع کرده تو ایران، پسر نوجوانی بوده، متوجه میشه سنگ ریخته رو ریل. تو کتابای درسی اونم یادتون باشه بود، چند سال پیش هم فوت دقیقاً چند سال پیش هم فوت کرد ایشون، کارمند راهن شد بعدن. با گرفتن یه مشعل به این قطار هشدار داد که ممکنه سانحه‌ای رخ بده و این قطار ترمز کرد. ریزعلی قهرمان ایران بود. امروز شما این قهرمانا رو روزانه داره ده ها مورد مشابه در دفاع از جان آدم ها، در مبارزه برای در واقع حقوق آدم ها صورت میگیره و به اون شکل نه قهرمان میشن نه اسمشون پایدار خب، میشه. آیا به این دلیله که شما کسی رو به عنوان رهبر سیاسی برمیگزینی که از نظر خیلی ها مدیر سیاسیه و این تمایز بسیار مهمه؟ هستن کسانی میگن که یکی از مشکلات جوامع امروزی، نه فقط در جامعه توسعه یافته، جامعه در حال توسعه هم، این هست که رهبران عملا مثل مدیر هستند. یعنی میان همون گفته شما مدیریت بحران میکنن اما رهبر سیاسی نیستن، یعنی کسانی نیستن که مردم رو با خودشون بکشونن. از یعنی وجه اشتراک دنگ شیاپینگ و
ماندلا این است که اینها تونستن اقناع کنن و بکشونن. شما میگید که مرکل میتونه اقناع کنه، ولی مرکل میتونه رهبران احزاب را با مدیریت خوب اقناع کنه. فرق مدیر و رهبر هست. هنوز ما وقتی راجع به رهبر جنبش های اجتماعی حرف میزنیم باید توجه کنیم پیچیدگی مناسبات اجتماعی دیگه اجازه نمیده، متاسفانه یا خوشبختانه، میشه استقبال کرد از این موضوع، میشه نقدش کرد، که یک نفر بتونه جامعه رو در واقع به یه وحدتی مول خودش بکشونه. این خیلی مهمه آقای اقتداری. آیا زمانه رهبرانی که میتونن جامعه رو ارگانیک کنن، وقتی میگم ارگانیک، یه چیزی شبیه اونچه که میشل فوکو در ایران در افسانه انقلاب دید، یعنی اومد از نگاه اون چه نقدش کنیم چه بپذیریمش، به گفته خودش یک معنویتی سراسر جامعه رو گرفته بود. جامعه ایران ارگانیک شده بود، یعنی با هم احساس همبستگی میکردن. شاید بعد از اون در مقطع جنبش سبز بود که بخشی از جامعه ایران به این شکل ارگانیک شد. ولی آیا زمانی ظهور چنین رهبرانی نگذشته، کسانی مثل ماندلا که دوباره جامعه رو ارگانیک میکنن؟ اتفاقا فکر میکنم که زمان زمانه همین نوع رهبری و همین نوع ساختار اجتماعی هست. یعنی مستعده برای امکاناتی که در امروز هست، امکانات در واقع اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی و در واقع اتصال اینترنتی که تمام مردم دنیا رو به هم وصل می‌کنه، در ایران الان نزدیک به 60% مردم در واقع روی شبکه‌های اجتماعی هستند. 60% مردم، نه 60% روشنفکرها و دان و محصلین. در کل جامعه ایران 57 میلیون نفر کسانی هستند که با اینترنت وصل هستند طبق آمارهای بین‌المللی، و این نشون میده که این امکانات الان بیشتر از هر زمان دیگه وجود داره. زمان انقلاب این ترتیب فکر میکنید مشکل نه از جامعه بلکه از فقدان نبود کادرهای ممتاز سیاسی که بتونن یک سر و گردن بالاتر از دیگران بدن؟ نه من فکر میکنم فقط شرایطش ایجاد نرسیده به اون لحظه. حتی سوالم این هستش که آیا لزوم یک شخص به عنوان رهبر وجود داره دیگه یا نه؟ بسیاری از اتفاقاتی که در عرض 10-20 سال گذشته در دنیا افتاده، اینها در واقع بدون اینکه یک رهبر مشخص، یک فرد هدایت جنبش رو به عهده گرفته باشه، یک جنبش گسترده‌ای در بین مردم اتفاق افتاده و یک خواستی رو اینها تونستن جلو ببرن. و اون حالتی هم بود که در واقع رهبرانی مثلا خود خمینی یا ماندلا برای آماده کردن و بسیج مردم استفاده می‌کردن، در اون شکلش به اون صورت دیگه من فکر نمی‌کنم که اصلا ضرورت باشه. شما موافق هستید با این که رهبری‌های فردی دورانش به سر اومده؟ ببینید که دنیا شاید و جوامعی که رو به شکل تکامل اقتصادی بودن حالا رشد فرهنگی فکری بیشتری پیدا کردن، جهان جهان مرتبط‌تری شده. اجازه بدید آقای کریمی من دو مورد توضیح بدم در پاسخ به میهمان دیگر برنامه شما، که یک گفتن من آیا توجیه میکنم کشتار یک عده رو در یک میدان، و این تعبیر به این نشه که هیچ انسانی واقعا خواستار کشته شدن یا ظلم به انسان دیگری نیست، ولی در جوامعی مثل اونچه که پیش از انقلاب در ایران وجود داشت، در جامعه‌ای که زمان حکومت دنگ شیاوپینگ، حکومت از خط دوم در چین وجود داشت، تظاهراتی صورت میگیره، اعتراضهایی صورت میگیره، راهبندهایی ایجاد میشه که به نوعی باید اینها رو بردارن. گاهی چاره‌ای جز این باقی نمیمونه. وقتی شما 3-4 هفته تظاهراتی رو میبینید که در یک میدان بزرگ صورت میگیره، آدم‌هایی فقط با شکل اعتراضی و احساسی، این اون چیزیست که طبیعت هر انقلابیه، میان به خیابان و میتونن حاصل یک حرکت چند ساله رو از بین ببرن، چنان که در ایران از بین بردن. در مورد من فکر می‌کنم ادب حکم می‌کنه اسم به کار ببریم و با این شیوه لااقل پیش نبریم، ولی مهمان دیگر برنامه‌تون در رابطه با کشتار و سیاست رهبری به نظر میاد نوعی دیکتاتوری در عمل رو یا قاطعیت به معنی سرکوب رو بسیار میپسندن. لااقل توضیحاتی که دادن برای من اینو در واقع این برداشت رو ایجاد میکنه. میخوام بگم که ما داریم صحبت از رهبری یک جامعه میکنیم، رهبری یک سری انسان‌ها و گروه‌های اجتماعی مختلف.
آنچه که من میفهمم از سیاست، سیاست امر انسان هاست، امر رسیدگی به آرزوی انسان ها. کسانی که به دلیل آرزوها و ویژن های شخصیشون میتونن یک جمع رو در یک میدان سرکوب بکنن، برای من سیاستمدارهایی در حد هیتلر هستن. ممکنه قدرت رهبری داشته باشن، اما وقتی میخوام ارزیابی سیاسی بکنم بعد حتما اونها رو کنار میذارم، قهرمانان من نخواهند بود. این تفاوت رو بسیار باید بهش قائل بود. و نکته دیگه این که پیچیدگی روابط اجتماعی و مناسبات اجتماعی کنونی ما در واقع توی جامعه ایران هم الان میبینیم، ما قادر نبودیم در تمام این 40 سال کسی رو پیدا بکنیم که به مردم بگیم این خوبه و میتونین از پشت سر این برید. به همین دلیل هست، به دلیل اینکه ما فکر نکنیم شاید یک جمعی خوب است که بتوان گرایشات مختلف جامعه رو، خواستهاشون رو در اون تعریف کرد و اینها بتوان. امروز داره این اتفاق میفته، جنبش های گوناگون اجتماعی رهبری های خودشون رو تولید کردن و دارن کار خودشون رو میکنن. شاید این نقطه امیدی باشه که ما از رهبری فردی و امید به یک فرد فاصله بگیریم. یه مفهوم خیلی رایجی که وقتی راجع به رهبری فردی سیاسی در سطح ممتاز استفاده میشد به کار میومد، مفهوم کاریزماست. هنوز هم استفاده میشه وقتی راجع به خمینی صحبت میشه، وقتی راجع به لنین صحبت میشه، وقتی راجع به میشه گفت کاسترو صحبت میشه. آیا این مفهوم دیگه در موقع از به قول علما حیز انتفاع افتاده، دیگه به کار نمیاد، یا نه کاریزما میتونه به کار بیاد و میتونه در واقع به رهبرانی کمک کنه که بالاتر از شرایط بیستن؟ دوران کاریزما میخوام ببینم به سر اومده به نظر شما؟ به نظر من نه. بس خب اگر نه اون وقت این ببین چجوری جمع کاریزما رو چجوری تعریف بکنیم؟ اگر کاریزما در قدرت جذب نظر در واقع اطرافیان برای نظراتتون باشه، هنوز تموم نشده. هنوز ما میبینیم بعضی حرفهای خوبی میزنن ولی قادر نیستن اون رو خوب بیان بکنن یا جذابیتی ایجاد کاریزما رو به این معنا که دیگران رو جذب خودش کنه هنوز. و این رو چجوری جمع میکنید با اون ایدتون که دوران رهبری های فردی به سر اومده؟ برای اینکه کاریزما یعنی قدرت یک شخص، یک فرد، جمع در مورد جمع کاریزما به کار میاد. قطعا اون جمعی هم که ما ازش به عنوان رهبری جمعی حرف میزنیم، تک تک تکشون میباید خصوصیات رهبری رو داشته باشن. یعنی در واقع کاریزما باید توی تک تک اون افراد باشه. ما الان تو جنبش زنان شخصیتایی رو میبینیم، توی جنبش کارگری میبینیم، تو جنبش دانشجویی میبینیم که شخصیتایی تونستن این کار رو بکنن. بحث من اینه که ما نمیتونیم یک نفر رو داشته باشیم که تمام این جنبش ها رو که با قدرت کاریزماتیک همه اینها رو تمام اون سلایق رو پوشش بده. چنینه آقای اقتداری، آیا واقعا کاریزما خاصیت خودش رو از دست داده؟ حالا من مطلقاً به یک چنین در واقع چیزی، خصلتی به عنوان کاریزما در رهبری سیاسی اجتماعی معتقد نیستم و حداقل در شرایط حاضر به خاطر تغییراتی که در دنیا به وجود آمده. ولی شما در شرایط حاضر رو کنار بگذاریم، چرا میگید اصلا معتقد نیستی؟ به خاطر اینکه به نظر من همونطور که گفتم یک سیستم مسطح و افقی میتونه موفقیت آمیز باشه در شرایط حاضر. خب اجازه بدید شرایط حاضر رو فعلا کنار بگذاریم. آیا اصولا شما معتقد هستید مفهوم کاریزما گمراه کننده بوده؟ یعنی مثلا وقتی میگن خمینی کاریزما داشت، چنین درکی نه گمراه کننده نیست. در اون ساختار هرمی و عمودی که از بالا به پایین بود کاریزما لازم بود، ولی در یک سطح افقی چنین چیزی نیاز نیست. الان شما مثالی من بهتون بزنم، آقای بیل گیت شخصیت کاریزماتیکی نیست ولی میتونه خیلی چیزها رو هدایت بکنه و داره میکنه این کار، رهبر مایکروسافت. بله. و من بر این باور هستم که در واقع خصلت هایی که برای یک هدایت، برای یک راهبری افقی لازم هست، بیشتر خصلت های در واقع اخلاقی و امکانی افراد هست که بتوانند اون بسیج عمومی رو ایجاد بکنند. مگر غیر از اینه کاریزما یعنی بتونه بسیجگرانه دیگران رو بکشه به دنبال خودش؟ نه، به خاطر اینکه من باورم این هستش که در واقع این خصلت های راهبری رو میشه آموزش داد، کما اینکه در بسیاری از رشته‌های مختلف الان داره این تدریس میشه. مثل سابق نیست که اون سیستم عمودی بود که یک سری نخبگانی رو برای رهبری
تشخیص میداد و این کسانی بودن که باید شما میرفتین پیداشون میکردین. متوجه هستم. یعنی مفهوم کاریزما در درون خودش این فهواره داره که ذاتیه، یا داری یا نداری و شما این رو رد میکنید، یا شما رهبری یا رهبری یا پیرو. متوجه. شما نظرتون راجع به کاریزما چیه و مفهوم این رو برای جوامع امروز به خصوص سم میبینم، برای اینکه این جذابیت یا جاذبه مردم رو به پیروی احساسی میکشه و وادار میکنه که عقلانیت اون فرد رو فراموش بکنن، خوب و بدش رو کنار بگذارن، برای اینکه احساسی دنبالش هستن. اگر مردم ایران رساله ولایت فقیه خمینی رو خونده بودن که نخوندن، اگر روشنفکران ما، دانشجویانی که در دانشگاه بودن، تظاهرات میکردن، عکس خمینی بالا میبردن، پنجره میشکستن یا اسلحه دست میگرفتن و فکر میکردن که اگر شریک هستند و بکشن خوب است، ولی اگر کشته شم بسیار بسیار بد است، رساله آقای خمینی رو میخوندن، واقعا باید انتظار میداشتیم که این حکومت سیاه رو به خودشون تحمیل شده به عنوان یک فکر بپذیرن؟ آیا رد کارایی مفهوم کاریزما از جانب هر سه مهمان به این معنی نیست که معتقد هستید دوران انقلابای بزرگ به سر اومده، یا در واقع میشه چنین نتیجه گیری کرد از حرفاتون، برای اینکه اونهایی که کاریزماتیک مینامیم غالبا رهبران انقلابای بزرگ هستند دیگه؟ در این صورت سیاست چه معنی پیدا خواهد کرد؟ آیا سیاست و رهبری سیاسی به یک سطحی که مدیریت سیاسی نامیده میشه نزول نخواهد کرد که مثلا خانم مرکل میتونه مثال خوبیش باشه، یعنی یک مدیر بسیار کارآمد و مقتدر سیاسی؟ به هیچ وجه فکر نمی‌کنم که کاریزما رو ما بتونیم فقط تو رهبران انقلاب‌های سیاسی بزرگ قرن توضیح بدیم. کاریزما رو شما می‌بینیم بسیاری از جامعه شناسان در تا هیتلر هم مطرح می‌کنن. یعنی در واقع می‌تونه یک فرد هیتلر به یک معنا انقلاب ایجاد کرد در آلمان. به این معنا شما میگین انقلاب، من فکر کردم روی یک مفهوم اسقاط نظام پیشین و ساختن یک نظام دیگه، این انقلاب به لحاظ سیاسی ساختار دیگه ایجاد کرد، ولی به لحاظ پایه‌های اقتصادی اون جامعه طبیعتاً دست نبرد توش و قصدش هم نداشت. من فکر می‌کنم که اگر بخوایم درک از این که چهره‌های کاریزماتیک میتونن وجود داشته باشن، که من گفتم باید وجود داشته باشن، گفتم یک رهبری جمعی رو ما نیاز داریم بهش، در واقع فکر می‌کنم که خیلی اگر ربطش بدیم به این که دوران انقلاب ها به سر اومده، من به هیچ وجه این نظر رو ندارم. امروز داریم میبینیم شورش های کشورهای مختلف رو میبینیم، ترس از انقلاب رو هنوز در چهره رهبران بسیاری از کشورها داریم میبینیم و علاقه به میلیتاریسم، سرکوب در کشورها و رشد جنبش های بنیادگرایی و ارتجایی تو کشورهای منطقه رو داریم میبینیم. در واقع ما با یه بحران جهانی روبرو هستیم که داره از یه طرف تلاش میشه کنترل بشه، از یه طرفی مردم دارن میریزن تو خیابون و خواستهاشون رو طلب میکنن. خانم امین، توصیفی که شما میکنید اتفاقا به کار من در طرح سوالم میاد. توصیف شما توصیف یک جهان پر از تلاطمه، ولی جهانی که در این تلاطم‌های سهم‌آگین رهبران درش رشد نمی‌کنند. نه اینکه رهبران درش رشد نمی‌کنند، در واقع با اشاره هم که آقای اقتداری کردن در تو شبکه‌های اجتماعی، من می‌خوام بگم دورانی است که با توجه به سرعت تحولات و اخباری که ما می‌شنویم باعث میشه که خیلی از مسائل، مثال بزنیم اسماعیل بخشی در جامعه ایران، رهبر جنبش کارگری در بخشی از در واقع ایران میاد مطرح میشه، تو رسانه‌ها پیگیر راجبش سوال میشه و ازش حمایت میشه، یهو میبینید سکوت میشه. در واقع سرعت تحولات هست که اگر یک تحول نتونه تداوم داشته باشه، ما از ذهن اون وقتی از رسانه بره از ذهن آدم ها هم میره. بله. این اون اتفاقی است که حضور رسانه های وسیع، شبکه های اجتماعی باعث میشه که اتفاقا ما بخشن نتونیم به دنبال تحولات به موقع حرکت کنیم. شاید یه دلیل این که ما در واقع رهبران کوتاه مدت داریم توی عرصه سیاست تو ایران هم این باشه، باید یه فکری براش کرد. و به نظر من ولی همین رهبران کوتاه مدت، میخوام از شما بپرسم نوبتونه آقای اقتداری، خیلی هاشون منشأ اثرات مهم شدن. من در کتابی که راجع به همین موضوع میخوندم و در پایان برنامه یا شاید در پادکست به عنوان منبع بهش اشاره کنم، دیدم که یه تمایز جالب نویسنده کرده، میگه که رهبرانی هستن که میشن رهبران در موقعیت، یعنی
موقعیت اونها رو پیدا میکنه و اونها موقعیت رو پیدا میکنن. این رهبران قبل از اون رهبر نبودن، بعد از اونم نیستن. مثال بارزش چرچیله. چرچیل پیش از جنگ دوم جهانی یک مرتبه مطرح شد با نطق‌هایی که کرد و انگلیسی ها، مردم انگلیس رای دهنده ها دیدن این میتونه بیست مقابل هیتلر. اما یکی دو دهه قبلش هیچ کی نبود و حتی شکست سیاسی خورد و بلافاصله بعد از جنگ دوم جهانی هم رای نیاورد. کسی که رهبر مقتدر در جنگ بود بعد از جنگ دوم جهانی رای نیاورد. و از نظر نویسنده اون کتاب به این میگن رهبر در موقعیت. آیا ممکن هست شرایط در کشورهایی چون ایران چنان یک مرتبه متحول شه که رهبران در موقعیت ظهور کنن؟ من با این حرف شما کاملا موافقم. و اون چیزی که در واقع به عنوان رهبری در موقعیت یا سیچویشنال لیدرشپ شما اشاره میکنید، من حتی بر این باور هستم که آقای خمینی هم اگر که دوران انقلاب ایران کمی طولانی تر میشد دیگه احتمال داشت که این موقعیتی رو که در اون لحظه داشت پیدا نکنه. یعنی اگر آیت الله خمینی هم فکر میکنید رهبر در موقعیت بود؟ یعنی در اون زمان ایشون تنها کسی بود که امکان داشت که پیامش رو به مردم برسونه. یعنی مشاره که آقای تغییرزاده میکنن، اگر که این انقلاب یک سال بیشتر طول کشیده بود هیچ بعید نبود که مردم ایران دنبال روی از شخص دیگری رو که بیشتر منطقی و اخلاقی باشه بپذیرند. در اون دوره کوتاه، در اون دوره که آقای خمینی تونست اعمال نفوذ بکنه و اعمال نظر بکنه، تنها امکان باقی مونده در مساجد بود. اگر یک سال بیشتر طول کشیده بود من بر این باور هستم که کسان دیگری بودند که توانایی اخلاقی برای رهبری انقلاب رو بیشتر پیدا میکردن. توانایی اخلاقی یه چیز، اون نفوذ ناشی از شخصیت کاریزماتیک چیز دیگه است. با اون صحبتی که شما راجع به کاریزمای آیت الله خمینی کردید احتمالاً نظرتون متفاوت خواهد بود. قبل از اینکه پاسخ شما رو بدم اجازه بدید من رو به خانم امین بکنم. من قصد نداشتم که اصلا قصد نداشتم که از بردن نام خانم امین پرهیز بکنم. اون موقع حضور ذهن کافی شاید نداشتم، به دنبال توزیع فکرم بودم. به هر حال امیدوارم که مفهوم دیگری رو نرسونده باشه. ولی در مورد خمینی باور من این است که اگر جلوی خمینی گرفته میشد انقلاب به نتیجه نمی رسید. میهمانی بود اتفاقا، یک رابطه با چین داره این قضیه، برای اینکه آخرین رهبری که قبل از دنگ شیاوپینگ در چین حاکم بود و این دست نشونده ای آقای ماو تسه‌تونگ بود در تهران به سر می برد به عنوان میهمان رسمی. هواکوفنگ هواکوفنگ در ایران بود، میهمانی بود و میهمان شاه بود. هیئت وزراش نشسته بودن، تلفن زنگ زد و پیش خدمتی آمد به گوش شاه خوند که برخلاف اینکه شاه خیلی به پروتکل های سیاسی و رسمی احترام میگذاشت، از جاش بلند شد بدون اینکه از میهمانش عذرخواهی بکنه خارج شد و علت رفتنش تلفنی بود که از اون طرف خط او رو میخواست باهاش صحبت بکنه. اون طرف خط صدام حسین بود، مرد قدرتمند عراق، و شاه دستور میده که نخست وزیرش و رئیس سازمان امنیتش بیان کنار، از میز خارج بشن و پیام رو برای اونها بازگو میکنه که صدام حسین اون طرف خط میخواد از من بپرسه که آیا ما از شر خمینی خودمون رو رها بکنیم و قالش رو بکنیم. من دارم به عنوان دوست شما، فقط میخوام نظر موافقت به من بگی. و شاه اینجا تصمیم گیری شخصی نمیکنه، میخواد نخست وزیرش یعنی شریف امامی و آقای مقدم رو در این تصمیم گیری شریک بکنه و یا اینکه از اونا بخواد این زنگوله رو به گردن گربه ببندن یا خیر. آقای امینی، آقای شریف امامی مردده، آقای مقدم اصلا موافق این کار نیست و شاه هم برمیگرده به تلفن صدام پاسخ دیگری میده که اعضای دولت من موافق این کار نیستند. یکی از دلایلی که رهبران ماندگار ظهور نمی‌کنن این است که زمانه پوپولیسمه. یعنی اگر ما مثال‌های رهبری پوپولیستی رو ببینیم، از ترامپ گرفته تا خیلی از سیاستمداران اروپایی، و رهبران پوپولیست معمولاً در انتخابات‌ها ظهور می‌کنن، در دوره‌های انتخاباتی ظهور می‌کنن، حرف‌های جذاب می‌زنن ولی بلافاصله افول می‌کنن. آیا پوپولیسمی که دنیا رو گرفته و به این معنا رهبرانی که ماندگار باشن ظهور نمی‌کنن؟ عرض کنم حضورتون که به نظر من البته
پوپولیسم چیز بدی نیست و در این مورد هم قبلا من نوشته‌هایی دارم که در واقع پوپولیسم چپ و پوپولیسم عدالت خواهانه اصلا شروعش در آمریکا در آغاز در واقع قرن بیستمه و اینجوری نیست که در واقع حداقل من اینطوری فکر نمی‌کنم که هر چیزی که حالا اسمش پوپولیسم و توده‌گرایی هست لزوماً به یک نتیجه میرسه که مثل برگزیت یا مثل انتخاب آقای بولسونارو تو برزیل یا آقای ترامپ باشه. ربط پوپولیسم با رهبری سیاسی که موضوع برنامه ما هست رو میشه اینجوری گفت که رهبری سیاسی ممتاز کیفیاتی داره که داره، ولی پوپولیست کسیه که مخاطبینش فکر میکنن این کیفیات رو داره. در واقع اینجا ماکیاولی خیلی حرف خواهد داشت، یعنی پوپولیست کسیه که آویزه گوش میکنه این حرف ماکیاولی رو که مهم این نیست که تو چی داری، چه کیفیات داری، مهم اینه که دیگران چی در موردت فکر میکنن و این رو در اونها جا بنداز. به این دلیل میگم که ما رهبران سیاسی ممتازی که کیفیات اونچنانی رو دارن از آن خودشون، حالا یا ذاتی یا فرا گرفتن، نداریم. در عوض رهبرانی داریم که مخاطبینشون فکر میکنن رهبر سیاسی ممتاز هستن. خب اونا بر اساس ببینید یکی از در واقع شرایط رهبری افقی اعتماد و ایجاد اعتماد هست. یعنی اولا که رهبر اعتماد میکنه به همراهان خودش و اون همراهان هم اعتماد میکنن به او. مسئله پیروی نیست که بخوان پیروی مرید و مرادی نیست در واقع این سیستم. این سیستم بر اساس نوعی اعتماد ناشی از امکانات عینی است. به همین دلیل هم هستش که من حتی اون کسانی که رهبری جنبش های پوپولیستی رو بر عهده میگیرند به این خاطر نیست که یک چیزی رو در واقع دارن ابداع میکنن یا خلق میکنن، بلکه این واقعیت وجود داره که مردم یک خصوصیت میخونن، هم اونا میخونن و هم مردم در این شخص کمی از خودشون رو میبینند و میتونن او رو به عنوان نماینده خودشون، نماینده ارجاء خودشون ببینن. نظر شما چیه؟ برای اینکه اگر یک چیز در مورد انگلا مرکل بخوایم بگیم این است که رهبر پوپولیستی نیست، به این معنا که سیاست‌هایی در پیش گرفت که حتی به نظر میومد اکثریت جامعه آلمان موافقش نیست، ولی در پیش گرفت و پیش برد نه تنها نخبگان رو بلکه جامعه رو به دنبال خودش کشون. به این دلیل میگم جامعه رو کشون که در دور بعد از همون تصمیمات خطیر رأی آورد. نکته ای که عنوان کردین شما در تو این که یه مقدارم اشاره داشت به جامعه ایران و رهبران کوتاه مدت، من میخوام بگم یه مقدار فضای ایران رو، مسئله سرکوب رو و حذف کردن چهرهایی که میتونن توی دوره دیگه اون رهبرانی که به عنوان رهبران موقعیتی حتی ازش عنوان شد اونجا رو اشغال بکنن، متاسفانه این امکان وجود نداره. من شخصا فکر میکنم که ما هنوز خیلی دور هستیم از این که متاسفانه چهرهای سیاسی شاخص ما دور هستن از اینکه بتونن با زبان ساده، با زبان مردم حرف بزنن و آرزوهای مردم و ارزیابی در واقع روانشناسی اجتماعی داشته باشن و به این خواسته‌ها پاسخ بدن. این چیزی که یک پوپولیست انجام میده، زبان ساده، دقیقاً چیزیه که یک پوپولیست که در واقع نقطه تشابهی است که ما باید بتونیم ازش استفاده بکنیم انجام میده و خمینی اینطور کارو تونست بکنه. ولی قبول دارید نکته که گفتم رو که مرکل در نقطه مقابل یک پوپولیست نیست، دقیقاً در نقطه مقابل کاملا اون اقتدار در واقع پیشبرد سیاست اینجاست. دقیقاً خیلی کوتاه پیش از پایان برنامه اگه نکته‌ای در ارتباط با این تقاطع رهبریت سیاسی و پوپولیست دارید. من مخالف اونم، اگرچه نمیشه پرهیز کرد از ظهور رهبرهای پوپولیست، ولی پوپولیست ها روی عواطف مردم کار میکنن و جامعه برای هدایت شدن به مسیر درست نیازمند عقل گرایی است. بسیار عالی، خیلی ممنونم. به آخر پرگاری هفته میرسیم. تشکر که پای این بحث نشستید و همینطور از مهمان های برنامه گودرز اقتداری، شادی امین و رضا تقی‌زاده. پرگار رو پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو زودتر از دیگران ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست، یعنی نسخه شنیداری پرگار، در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست همجوری که احتمالاً میدونین چند دقیقه اضافه است بعد از اینکه دوربین ها خاموش میشه، یک گپ خودمونی خیلی کوتاه. و شب و روز بر همه شما خوش.